بهار آغاز شادابی. تلویزیون بهار، تلویزیون مردمی که شامل برنامه‌های هنری، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، ورزشی و موضوعات داغ روز می باشد. پس تلویزیون بهار را دنبال کنید. بهار زموږ د هیواد ټولو فرهنګي، سیاسي او ټولنیزو څیرو ته د ملاتړ بلنه ورکوي. سلام هموطنان عزیز، خدا کن از گزند روزگار در امان خدا باشید. اینک شروع میکنیم برنامه روانشناسی. مثل که هفته قبل ما برنامه داشتیم، برنامه را معرفی کردیم که روزای پنجشنبه شما و روزای جمعه افغانستان این برنامه نشد و امشب هم ما موضوع را تعیین کردیم. هدف در زندگی معمولاً اصل و حصول است که ما میخواهیم به امو اصل و حصول زندگی بود. پس بهتر است که بحث بسیار جالبه در این مورد داشته باشیم. اولین بحث را که میخواهیم شروع بکنیم این که خود هدف در زندگی چیه؟ هدف در زندگی همان روش و رفتار هست که ما برای خود تعیین کردیم و میخواهیم او را به اتمام برسیم. پس هدف در زندگی اصل و اصول زندگی. ما چرا زندگی میکنیم؟ به خاطر چی زندگی میکنیم؟ و یا به خاطر کی زندگی میکنیم؟ میخواییم در زندگی کدام کارها را انجام بدیم؟ تمامی موارد برمیگرده به چی؟ به این که هدف در زندگی چی هست؟ پس هدف یگانه اصل است که ما در زندگی پشت از او روان هستیم و میخواییم به یک جای خود را برسیم. اولین سوالی که در ذهن هموطنان عزیز ما میگرده که هدف در زندگی چی است؟ یست که مراحل تعیین هدف کدام ها است؟ ما چگونه میتونیم در زندگی هدف تعیین کنیم؟ پس بیاین که در این مورد جوابای قناعت بخش داشته باشیم. اولی که مبدا یا شروع داشته باشیم. هر هدف را که ما میخواییم در زندگی تعیین بکنیم، او یک مبدای خود را داره. یک ابتدای خود را داره. پس به اون لحاظ ما میتونیم یک مبدای مشخص به او داشته باشیم که همین مبدا شروع و حرکت را بر ما آغازین میشه و بر ما تعیین میکنه که ما در زندگی میخواییم چی بکنیم. پس وقتی که مبدا را تعیین کردیم که ما از کجا شروع بکنیم و کدام مسیر بریم، چی باید بکنیم و چی گونه پیش بریم، این میشه مبدا و شروع. قدم دوم، مقصد داشته باشیم. اهدافی که ما در زندگی تعیین میکنیم، اگر هدف را ما پیش ببریم اما مقصد نهایی در او موجود نباشه، ما میخواییم چی به دست بیاریم مشخص نباشه، اینجاست که ما در هدف خود کامیاب نیستیم. هدف داریم اما به شکل کامیاب نی. پس امی تعیین کردن از این که ما چی میخواییم نتیجه به دست بیاریم و مقصد و مرام ما در نتیجه نهایی چی میشه، این در هدف تعیین کردن بسیار مهمه. تا که ما مقصد نهایی خود را تعیین نکنیم، درک نمیکنیم که ما میخواییم چی بکنیم. پس به اون لحاظ مهم است که ما این نقطه را درش مشخص کنیم. مورد سوم، نقشه داشته باشیم. چون هدف تعیین کردن مراحل خود را داره، پس اینجا ما میخواییم این مراحل را سپری بکنیم، لازم به چی داریم؟ لازم به این داریم که ما نقطه نهایی را دو مشخص بسازیم. نقطه نهایی ده او مشخص باشد و ما برنامه ریزی از روی نقشه بر از او داشته باشیم. چون اگر نقشه نباشه چگونه ما یک هدف پیش بریم؟ ناکام میمانیم، در نصف را خسته میشیم و یا هم به نتیجه نهایی نمیرسیم. پس لازم همی است که ما در تعیین هدف نقشه داشته باشیم.
یعنی هر برنامه ریزی به خاطر پیش برده هدف ما خودش نقشه است. اگر نقشه در مغز ما، در پیشوی دست ما موجود نباشد، ما هیچ وقت درست پیش رفته نمی‌کنیم. چون مطابق نقشه اگر ما در هدف پیش رفتیم، نتیجه کامیاب است. ما میتونیم راحت پیش بریم. پس بهتر همی است که ما در زندگی خود وقتی که هدف را تعیین میکنیم روی یک نقشه پیش بریم. نقشه باعث میسازه که ما در هدف خود کامیاب شیم. پس نقطه دیگه که بسیار با ارزش است، قیمت ارزشی داشته باشه. بعضی مردم هست، هدف دارن، آنقدر خود را در هدف خود خسته میسازن و جایی که او هدف به خاطر پیروزی زندگیش باشه نبرد، او باعث یک جنجال دردسر برش شده، چون برای خود قیمت ارزش قائل نیست. ما اگر میخوایم در زندگی هدفم پیش ببریم، باید برای خود یک قیمت معین تعیین کنیم که ما هم یک قیمت داریم، یک ارزش داریم. پس چی بهتر است وقتی که در هدف پیش میریم ارزش خود را داشته باشیم. با زبان ساده میگم که آن فهم شود، مثلا یک کسی یک هدف در زندگی تعیین کرده، شب روز دو کار میکنه، وقت تفریح را به خود نگذاشته، برای خود این وقت نگذاشته که من بتونم با اعضای فامیل پیش برم تفریح بکنم، وقت خواب خود از حالت نرمال برآمده. یک هفته ببینی و یک هفته بعد او آدم خسته است، افسرده شده، به جایی که هدف در زندگیش بهتر بسازه، برعکس زندگیش خرابتر ساخته. پس اینجا بر ما لازم هست، ما وقتی که میخواییم در زندگی هدف داشته باشیم، برای خود باید قیمت قائل باشیم. اگر برای خود قیمت قائل نبودیم، ما معمولا در هدف خود ناکام است و بهبودی نمانه، بلکه به خرابی ما میگنجانه. خب نقطه دیگه هم، در صورت ناکام شدن نقشه اول، ما باید نقشه دوم را داشته باشیم. بعضی مردم هست وقتی که میخواین در زندگی اگر هدف دارن و میخواین برای پیش برده هدف پیش برن، ببینین دوستا که او یک نقشه داره. چون این کار جدید هست، تجربه نکرده، مشکل برش ایجاد میشه. اینمی مشکل باعث میشه که هدف پیش برده نکنه. جواب به جای استاد میمانه و هدف و مقصد مرام تمامش از پیش میره، چون سرمایه گذاری کرده از لحاظ وقت، از لحاظ پولی، از لحاظ اجتماعی، او همش ضایع میشه، وقت تلفی شده. دلیلش چی است؟ که یک نقشه برش داشت. همیشه ما وقتی که هدف در زندگی تعیین میکنیم و یک کار را میخوایم انجام بدیم و نتیجه خوب از او به دست بیاریم، اگر یک نقشه برش داشت. پس اینجا این نقشه چون کار نو هست، ما تازه تجربه میکنیم، شاید اون نقشه ناکام بانیم، ممانعت ها شاید به وجود بیاید، ما را اجازه نده که راحت پیش بریم، و یا مشکلات که در دمرای از اومیه، ما نمیتونیم اون نقشه خود را به خاطر از پیش بردن هدف خود جا داشته باشه. پس لازم میشه اینجا ما باید نقشه دوم داشته باشیم، رای عوضی داشته باشیم. هر آن کسی که در هدف زندگی خود یک نقشه تعیین کرد و ناکام میشه، چون میشه اون نقشه مطابق میل امو جامعه نباشه و پیش نره. اما اگر دو نقشه، سه نقشه داشته باشه، یعنی از ایواز یک راه کرد، دو راه کرد تعیین کرده باشه، سه که رای ایوازی داشته باشه، او میتونه راحت پیش بره. یک نقشه ناکام میمونه، میره در نقشه دوم، بسیار راحت برنامه خود پیش میبره. پس ما باید نقشه دوم داشته. همین نقشه دوم باعث میشه که ما راحت پیش بودم. خب دیگه هم لوازمی که برای پیش برد یک هدف هست، او را باید داشته. بعضی از در زندگی هدف تعیین میکنه، یک مقصد و مرام داره، اما جالبیت حرف در اینجاست که او البته هیچ کدام لوازمی که ضرورت داره تعیین نکرده. دنس فراز ضرورت پیدا میشه، اما هدفش اینی لوازم را از لحاظ پیش برده کارم من ضرورت دارم، اما او پیشش نیست. اینم اینجاست مشکل برش ایجاد. لوازمه که و چیزهایی که ضرورت از بخاطر پیش برده هدف، او را ما باید داشته باشیم. اگر نداشتیم، پس بر ما مشکل ایجاد میشه. لازم هست که لوازم مربوط هدف خود را تمامش قبل از قبل آماده کنیم.
این میشه مربوط برنامه ریزی و پلان گذاری. نقطه دیگه هم قدم به قدم پلان گذاری بود. بعضی اوقات ما برنامه ریزی و پلان گذاری میکنیم اما درست نیست. اول در آخر میاریم، آخر در اول. اونموز که مرحله به مرحله استیب بسته بالا نرفتیم، زینه به زینه پیش نرفتیم، کار ما مشکل پیدا میکنه، هدف ما به نهایی نمیرسه. پس ما باید نقطه گذاری بکنیم. اما تو مرحله به مرحله یا هم سلسله به سلسله پیش بریم. دو صورت است که پلان ما کامیاب هست. اگر ما مطابق برنامه ریزی درست که صحب بندی و یا درجه بندی اهداف ما هست، او را اگر نداشته باشیم بر ما مشکل ایجاد می‌کند. پس بهتر است که ما مرحله‌هایش را مد نظر بگیریم. انجام یا ختم در هدف باید مشخص باشه. بعضی از هدف دارن، نقطه نهایی چیست؟ مچم. با مچم گفتن خونه میشه. ما وقتی که یک هدف را پیش میبریم، نتیجه نهاییش را باید محاسبه کنیم. با زبان ساده میگم، یک جوان میخواد که تحصیل بکنه، نقطه آخر برای خود مشخص کرده که اگر طب میخونه باید دکتر شود، در کتابخانه کار بکنه، هم روزی حلال به دست بیاره، هم خدمت به مردم بکنه و هم چپن سفید به جامعه. این نتیجه نهاییش. اگر این نتیجه نهایی را طی نکرده بود، خوب پرتون خان طب خلاص کرد، بیکار در خانه میشه. چرا؟ چون نتیجه را بر خود مشخص نکرده بود. مگه هدف دارم تا به مطالعه بکنم یک دکتر شوم، نتیجه نهایی ما باید چی باشد؟ او رو برای خود تعیین نکردم. از امون خاطر تا به خانده اما در خانه بیکار نشست، انجینری خانده در خانه بیکار نشست، چون نتیجه رو برای خود مشخص نکردم. یعنی نتیجه رو ما باید برای خود قبل از قبل مشخص بسازم که ما وقتی یه هدف باید به اتمام رساندم، بعد از او باید من چی کنم، چی استفاده ازی بکنم، از این هدف که رسیدیم و یا هدفی را میخوایم که نهایی بسازم و برسم و نتیجه لازم و مفید داشته. که با حرف قبلی ما ارتباط داره، ما اگر نتیجه مفید برای یک هدف خود تعیین نکردیم، به هدف خود رسیدیم اما استفاده باز نمی، پس نتیجه نهاییش مشخص. خب حرف دیگه که در هدف در ذهن ما پیدا میشه، در یک هدف باید چی چیزها موجود باشه؟ بایدهای یک هدف چی هست؟ باید چی چیزها را ما مد نظر بگیریم تا که به هدف در زندگی درست تر برسیم؟ حرف اول، هدف باید واقع بینانه باشه. چون ما بعض انسانها هدف را تعیین میکنیم، وقتی که شب در بستر خواب میریم معمولا مشکل عمده برای ما ایجاد میشه. یک مشکل عمده که ایجاد میشه این است که ما در زندگی هدف را داریم اما واقع بینانه نیست. شب خواب میشیم، در جای خواب خیال پردازی است. دیگه ما باید که یک طیاره داشته باشم. خب چقدر امکانات داری؟ ندارم امکانات. چی میخوای بکنی؟ نمیفهمم. خب اینجا باید هدف را تعیین نکردی و نرسیدی برش. ما باید بایدهای یک هدف تعیین که ما در زندگی خود چی هدف داریم. پس لازم همی که ما بایدهای یک هدف را در مرحله اول که همانا واقع بینانه است مد نظر، در خواب خیال نباشه. زندگی تخیلی با زندگی عملی زمین و آسمان فرق داره. بعضی هستن در تخیل غرق، همه چیز فکر میکنه آسان، اما وقتی که برنامه ریزی درست نداشته در عملی میره، هیچ چیزی از او ساخته نمیشه، بلکه راحتی نیه خسته کنی برای از او پیدا، چون در هدف واقع بینانه نبوده. در زندگی عملی او را فکر نکرده هدف کنه، فقط در خواب خیال بوده و به هدف خودم نمیره. پس ما در هدف باید اولین حرف نمی است که واقع بینانه باشیم، مطابق جامعه ما باشه، مطابق شرایط ما باشه، مطابق امکانات ما باشه. ما دو صورت به هدف رسیدم. قدم دوم، هدف باید ممکن باشه. بعضی اهداف است که ما از لحاظ تخیلی تعیین میکنیم که نه ما او شرایط شداریم، نه او امکانات شداریم،
و نه هم او علمیت شا داریم، اما چنگاو هستیم دینمی که باید ما به هدف برسیم. خب از لحاظ اقتصادی نمیتونیم به او برسیم، از لحاظ روابط اجتماعی نمیتونیم، از لحاظ علمی نمیتونیم، باز هم ما پشتی از او هستیم. اینجا هدف نیست، این وقت ضایع کردن. یعنی باید دوم یک هدف نمی است که ما امکانات از او را مد نظر. آیا ما امکاناتش داریم نداریم که کار میکنیم؟ باید امکاناتش 100% ما مد نظر گرفته بود. اونهایی که در هدف خود امکانات خود را مد نظر نمیگیره، او فقط وقت ضایع کردن است، او هدف نیست. در هدف ما باید وقت خود را صرف چیزی بکنیم که ما امکاناتش داریم. حرف سوم، هدف باید به اساس علم و محبت باشه. این دو نقطه در هدف بسیار مهم، علم و محبت. با هر کاری که ما علم نداشتیم اشتباهات ما بالا میره، و اگر علمش داشتیم و اگر نداشتیم هم توسط مطالعه و ارزیابی پیدا کردیم علمتش، مقدار اشتباهات ما پایین میره. و نقطه دوم که محبت گفتیم، با هر آن کاری که ما انجام میدیم محبت داشتیم، ده اینجاست که پیشرفت او کار بسیار به زودی است. چون محبت و محبت کردن با کار خود انسان را تشویق میکنه، انرژی مثبت میده که برای هدف خود زیاد کار بکنه. پس لازم اینجا چی است که ما وقت که میخوایم یک هدف را تعیین بکنیم، دو نکته بسیار اساسی را مد نظر بگیریم. یکی علمیتش است که ما باید پیدا بکنیم، اگر داشتیم یا نداشتیم. اگر داشتیم خب بهتر، اگر نداشتیم باید اول علمیتش را پیدا بکنیم و همراه اون کار خود محبت داشته باشیم. دو صورت است ما به هدف خود میرسیم و زحمت ما وقت را میگیره و ارزش قابل وقت گذشتاندن را میدونه. اما دوستا ببینید، بعضی هستن تجارت شروع میکنند، نه دربارش معلومات دارد چون علمیتش ندارن و در بازارم پرسپال نکردن تا که علمیت همون کار پیدا بکنن، و او کار خود را دوستم نداره، یک روز انجام میده یک هفته انجام نمیده و هیچ وقت پیشرفت نمیده، برعکس به ضررش تمام، هم پولش میره هم وقتش ضایع. پس وقتی که ما میخوایم هدف در زندگی تعیین بکنیم، لازم چی است؟ که علمیت و محبت شد. نقطه دیگه هم که بسیار مهم است، هدف باید اسلامی، اخلاقی و انسانی باشه. هر آن هدفی که ما در زندگی در ذهن خود داریم و او را میخواییم به جنبه عمل در بیاریم، اگر در او اسلام، اخلاق، انسان بودن مد نظر نگرفته، او جرم محسوب میشه، نه هدف. دوست هم در زندگی خود هدف داره، اما هدفش نه اسلامی است، نه اخلاقی است و نه هم انسانی است. اونمو دوست هدف داره، اما امو هدف شوم خودش که دور از انسانیت، دور از اخلاق و دور از اسلامیت است، باعث میشه که خود را به زندان ببره. و جایی که از زندگی لذت ببره، از هدفی که داره لذت ببره، برعکس از او ضرر میبینه. چی است که اینی سه مورد را در هدف خود مد نظر نگیره. نقطه دیگه هم در باید هدف است، هدف باید اختیاری و در کنترل باشه. ما بعضی اهداف تعیین میکنیم یا در اختیار ما نیست که همیشه باید به دیگران عذر کنیم تا که او هدف ما به پیش بره، و یا هم از کنترل ما بالا میره. چون انسان ها ذاتن مفکورتن همون تا هستن، زمانی که میخواین یک کار جنو بکنن هیجانی میشه. در حالت هیجانی عقلی فکر صورت نمیگیره، فقط در حالت هیجانی تصمیم میگیره. در حالت هیجانی که تصمیم گرفت، کار بسیار برای خود آسان فکر میکنه، اما خاطر کار شروع میکنه، ما که میگذره از کنترلش میبره کار، او را هیچ کنترل نمیتونه او کار و در او کار خود ناکامه. پس بهتر چی است؟ ما هر آن هدف را در زندگی میخوایم انجام بدیم، در حالات هیجانی باید تصمیم نگیریم.
باید به حد و هدف را در پیش ببریم که هم در کنترل ما باشه و هم در اختیار ما باشه. هر آن کاری که از اختیار و کنترل ما برآمد، او هدف نیست. او یک سرگردانی است. چون انسان دو کامیاب نمیشه. پس لازم همی است که ما وقتی هدف را در زندگی خود پیش ببریم، لازم چی است؟ که ما او را در کنترل و اختیار خود داشته. نقطه دیگه هم، اولا هدفی که ما داریم از سه نقطه باید ایره درجه بندی. خب اول مراحل بندی که قبلا سرش بس کردیم که هدف معمولا مرحله بندی اگر شد ما قدم به قدم خوب میتونیم رفتش. دوم هدف خود را باید روی کاغذ بیاریم. چون چیزی را که ما فقط فکر میکنیم و دربارش چرت میزنیم او چند لحظه در ذهن ما هست. بعدن چون زندگی و روزگار از هر چیز دیگه فکر ما مخشوش میشه و او از ذهن ما میبره. یک گزینه خوب در مورد او کار در ذهن ما. او از ذهن میره. پس چی باید بکنیم؟ او را وقتی که در روی کاغذ نوشته کردیم، وقتی که در روی کاغذ او آورده شد، اگر یاد ما بره خود روی خط از میخانه دوباره یاد ما میره. هیچ مشکل ایجاد نمیشه. پس خوب است ما هدف خود را در روی کاغذ بیاریم. و اگر هم بر از او زمان بندی نقطه بسیار است. یعنی در هدف اگر ما زمان بندی نکردیم برای ما مشکل ایجاد میشه. به خاطر چی؟ یک کار شروع کردی، زمان بندی نکردی. او را اگر زمان بندی میکردی در یک ماه مرحله اول سپری میشد، در دو ماه مرحله دوم، نهایتا سه مرحله اگر هدف ما می بود در یک سه ماه دیگه مرحله سوم، شش ماه با تو به هدف میرسی. اما این را اگر ما زمان بندی نکنیم شاید یک مرحله شده در شش ماه تای نکنیم. چون نمی فهمیم روزمره ما برای رسیدن به هدفم چقدر کار بود تا که ما به هدف برسیم. شاید به نتیجه و هدف ما شش ماه ضرورت داشته باشیم. اما اگر زمان بندی کردیم در شش ماه ما راحت بهش رسیده میتونیم. چون تقسیم کردیم که روزانه ما باید چقدر کار برای هدفم بکنم تا که به نتیجه مطلوبش برسه. بعضی هاست ایره مده نظر. پس لازم است که ما مقدار شکلیم باید. و راحت پیش باید. خب. چیز دیگه ای که معمولا در تعیین هدف در ذهن ما سوالی که میگرده ای است که دلایل رسیدن به هدف کدام. کدام دلایل را ما مد نظر بگیریم تا که بتانیم به هدف برسیم؟ اول برای انجام کار دلایل کافی داشته باشیم. خب از ما یک سوال می کنیم. سوال همیشه به مورد نیست و همیشه برای هر سوال ما گفته نمیتونیم که تو را چی ما میخوایم این کار پیش بریم. چون انسان یک موجود اجتماعیه، ضرورت داره به نظرهای دیگر. شاید همو کس از ما سوال کرده تمویلگر ما باشه. اگر برای تمویلگر خود ما معلومات کافی نداشته باشیم او ما را شاید او کار یاری و کمک نکنه. ما خود ما از هدف خود پسمان میشیم. یعنی مرحله اول در دلیل برسیدن به هدف اینمی است که ما دلایل کافی برش داشته باشیم. من اینی کار را میکنم اینی دلیل برش دارم. و یا هم ما یک شرکت ساختیم. رئیس هستیم یک تصمیم میگیریم. بدون نظر کارمندا نمیشه. کارمند اگر به ارزش قائل شدیم دیگر از کار هم و فابریکی ما پیش نمیریم. باید دلیل منطقی برای ازو داشته باشه. که ما به اینی دلیل اینی کار رو میخواییم در یه عدد خود پیش ببر. تا که جانب مقابل هم قناعت بکنه. مانع هدف نه بلکه همکار هدف ما شود. چون کس را که قناعت دادیم و دلیل منطقی برای انجام کار داشتی او در مقابل دیگه استادگی نمیکنه. او راضی میشه از کاری میکنه. پس چی بهتر که ما را در رسیدن به هدف دیگر را کمک. قدم دوم علاقه داشتن به کاری که انجام میدهید. بیشترم گفتم هر آن کار را که انجام میدیم ما باید شوق علاقه داشت. بدون شوق ناممکنه.
کار را که ما انجام میتیم با او شوق و علاقه نداشتیم نتیجه نمیگیریم. پس بهتر است ما در این مراحل مد نظر بگیریم و نتیجه ساز بر ما باشه. پس شوق و علاقه یگانه نقطه اساسی است و خاطر دلیل رسیدن به هدف. نقطه سوم، بخاطر رسیدن به هدف باید کاملا مقید و مصمم باشه، یعنی تصمیم واجدی باشه. دوستو ببینید، بعضی ما هستیم که تصمیم میگیریم، هدف داریم، اما در تصمیم خود قاطع نیست. یک نفر در مورد کار ما خبر میشه، چون اون شخص مفکوره منفی داره کارم میگه ما از تصمیم گذشتیم دیگه، من این کار انجام نمیتونم، فلانی خان گفت نمیشه. این دفعه بعد یک شخص دیگه میه، او میخواه انرژی مثبت بر ما بده، او ما رو تشویق میکنه، دوباره با او کار شروع میکنه. پس آنقدر ما در حرف، تصمیم و هدف خود ضعیف نباید باشیم. یک شخص گفت خوب ما انجام بده، یک شخص گفت بد ما انجام بده. پس ما باید تصمیم درست و مناسب را داریم. تصمیم ما باید قاطع باشه. یک کار می خواهیم بکنم، بله انجام می ده. هیچ دلیل مانع شدن هم. نه خیر، من این کار انجام نمی کنم، هیچ کس باید شده نمی تونه این کار سر من انجام. تصمیم قاطع. با خاطر که تصمیم اگر قاطع باشه، چون وقتی که بله گفتی تصمیم تا قاطع گرفتی، با اون برنامه ریزی میکنی، وقت ترش میگذاری، تصمیم درست گرفتی و برای از او کار میکنی، معلوم دار که نتیجه به دست میاری. اما اگر نخواستی او کار انجام بدی، نه برای از او وقت میگذاری، نه سر از او سرمایه گذاری میکنی و نه هم سر از او برنامه ریزی میکنی، از تصمیم قاطع شد. یا بله یا نخیر. اینی شاید ها همیشه ما رو خراب کرد. اگر در حالت شاید قرار داشتی، یعنی تصمیمت قاطع نبود، چی باعث میشه؟ چون تصمیم قاطع نداری، در شاید قرار گرفتی، اینجاست برای خودت یک مشکل بسیار عمده و جدی رخ میده. تو نیمه پیش رفت، برنامه ریزی درست برش نکرد، کار مناسب رو انجام ندادی، تصمیم قاطع نگرفتی، اونموس مشکل برات ایجاد میشه. پس اینجا وقتی که ما تصمیم مناسب نداشتیم، برای ما مشکلات زیاد رخ میده. پس بهتر همی است که ما قوی باشیم در مقابل. اگر قوی نبودیم و تصمیم قاطع نگرفتیم، ما نتیجه به دست نمیاریم. پس لازم هست که ما همه چیز ما قاطع و واقعی بینانه. هدف دیگه در رسیدن به هدف، حداقل روز دو بار باید هدف خود را تکرار. حداقل روز دو بار باید هدف خود را تکرار. چون ما اگر هدف خود را تکرار نکردیم و پشتش نگشتیم، بر ما نتیجه نمی، بر ما بی تفاوت میشه. تا جایی که فکر میکنم که تصویر من بخلم قطع شده، چون تصویر نشراتی رو مک میبینم استاده است. سوال جان اگر صدای ما دارن میشه سلامی تصویر کار بود. خب دوست، تصویر من انشاءالله که به نظرم ترتیب شد. خب، ما وقتی که میخواییم تکرار این حرف خود را میگم، وقتی که میخواییم در زندگی هدف را تعیین بکنیم و هدف تعیین کردیم، همیشه دو نقطه مهم هست. تکرار میگم که هدف خود را روز دو بار باید تکرار بود. وقتی که هدف خود را روز دو بار تکرار کردیم، هیچ وقت ما را نمیگذاره هدف خود را فراموش. چون همین تکرار کردن هدف ما را به یاد میاندازه. تو یک چیز در زندگی داریم و میخوای او را باید انجام بدی.
پس چی بهتر است؟ ما هدف را تعیین کرده ایم، باید به خاطر از او کار بود. اگر روزی یک بارم یادش نکردیم، ما در زندگی هستیم ناکام. ما در هدف خود هستیم ناکام. این امروز یاد نکردیم. بهار زموږ د هیواد ټولو فرهنګي، سیاسي او ټولنیزو څیرو ته د ملاتړ بلنه ورکوي. چون یک مشکل تکنیکی پیش آمد، برنامه یک بار قطع شد. ادامه میدیم. دوستا، سوال همیشه در تعیین هدف در ذهن ما میگرده که ما برای رسیدن به هدف چی وقت شروع بکنیم؟ من میخوام در زندگی یک هدف دارم، امروز شروع کنم، فردا شروع کنم، دیگر روز شروع کنم، چی وقت شروع بکنم؟ پس اینجا لازم هست بر ما اولی که امروز بیا تصمیم بگیم. اگر این تصمیم رو فردا گرفتیم، امروز کاری که امروز میتونستی انجام بدیم او را سبا انجام دادیم. یک روز از زندگی قرضدار شدی، پس بیا امروز شروع کن. وقتی که ما کار امروز را میگم به فردا نگذار، از این خاطر از دیگه که ما امروز زنده هستیم، چرا از امروز استفاده خوب نکنیم؟ پس لازم همی است که ما باید در هدف زندگی همی لحظه شروع بکنیم. منتظر از این نباشیم که چی وقت میخواییم. سبا و دیگر روز بنامینان که ما شما معمولا عادت داریم. برو سبای کار انجام بده. ما حالی نیده شروع سال. حال شروع سال چی داره؟ امروز هم زندگی شروع سال هم. پس بهتر است که امروز شروع بکنه. لازم و نقطه همی است که برای پیشبرد هدف نقطه اول امروز هست. باز نقطه دوم و سوم داریم که سبا و دیگر است. باز نقطه اول شروع که امروز است. دیگه هم در نخست هدفتان را روی کاغذ بیارن که پیشترم گفتم تکراری موضوع را میگم که انسان چیزی که در ذهن فکر میکنه او فکر موقتی است. وقتی که یک کار دیگه در ذهنت آمد، او ذهن قبلی برنامه ریزی و و و روشی که برای این کده بودی او یادت میره. پس خوب است در روی کاغذ بیاری. وقتی او را در روی کاغذ آوردی، نتیجهش بهتر میشه. در مورد افراد موفق معلومات به دست بیاریم. چون ما وقت که میخواییم یک کار انجام بدیم، کار بار جدید یا بار اول میخواییم شروع بکنیم، چون دو تجربه نداریم، اشتباهات ما زیادتر است. اما انسانهایی که در زندگی موفق هستند، که به نام عالم و مخترع و دانشمندیم، به اندباره زندگی از با معلومات کنیم. این چند خوبی داره. یکی بر ما یاد میده یک کس که یک کار بار اول انجام میده که در دنیا هیچ کس انجام نداده و او کار در جهان تجربه نشده و میخوای خودت اولین شخص باشی او را انجام بدی و مطرح شوی، چیگونه او مراحل را سپری کردن؟ او مردم که موفق شدن مراحلش یاد میده که کاری که جدید می باشه در جهان و هیچ کس او را تجربه نکرده، باید چگونه پیش بری تا که او کار خودت تجربه بکنی؟ اولین شخص خودت باشی. ایره برت یاد. و دوم، سختی هایی که وا کشیده او را برت نشان میده. دوستا یک چیز میگم، فکر کنین یک دکاندار است، پیشویش یک کراچیوان است. اگر امی محیط در بگیره، کراچیوان زیاد نقص میکنه یا هم دکاندار که یک فروشگاه بزرگ داره؟ حتما شما جواب میتین که فروشگاه. چرا؟ چون فروشگاه مقدر سرمایه زیاد گذاشته بود برای کار، معمولا روزمره از کراچیوان که زیادتر فایده میگرفت
معلوم دار وقتی یک حادثه رخ میده زیادترین ضربه را میده. کراچیوان سرمایه کم گذاشته بود به خاطر به دست آوردن فایده از اون. یا تجارت کم داشت، سرمایه گذاری کم داشت، او روزمره فایده کم میبره. وقتی یک حادثه هم رخ میده او ضرر هم کم میبینه. هر چقدر که بزرگ هر چقدر که بزرگ هدف تعیین کردی، وقتی که ضربه میخوری ضربه بزرگتر میبینی. هر قدر که از یک کارت فایده زیاد میبردی، هدفت بزرگتر بود، وقت ناکام شدنش اما قدر تکان زیاد میدید. بعضی هستن وقتی که هدف بزرگ تعیین میکنن، اما وقتی که ضربه بزرگ میبینن یکی در زمین مندازش. نه، ایر از روز اول فکر کن و ایر خود را قناعت بده که من در زندگی هدف بزرگ دارم، میخوایم از او فایده زیاد به دست بیارم و ایر منتظر باش که ضربه بزرگترم از او میگیرم. این قناعت باید ما به خود بده و آماده زهم باید باشه که استرس و افسردگی ما را کم میسازه. دیگه هم اگر بلای سال آینده یک هدف تعیین کردی و امسال امکانات ش نداری، هیچ مشکل وجود نداره. کارهای بکو، کارهای را انجام بده تا یک سال او هدف بهتر انجام بده. من بیشتر لبالای صحبت های خود گفتم ما برای هدف فردا و دیگر روز نداریم، امروز باید انجام بده. اما بعضی اهداف هست که ما امسال برش آماده نیست. ما امسال شرایطش نداریم. پس خوب است که منتظرش باشیم. اما تا یک سال دیگه نگذاریم امو تو که من سال آینده برو این کار انجام میتم، هدف دارم، امسال هیچ چیزم نمیکنم. نه. امکانات اگر نداری برنامه ریزی خو میتونی. نقشهش خو ساخته میتونی. این نقشه رو وقتی که امروز برای سال آینده ساختی، تا یک سال زیاد موضوعات دادمت میه فکرت میگرده که این نقشه رو آنقدر برای دقیق میسازه که تو سال آینده وقتی که امکاناتش برات مساعد میشه بسیار راحت تو رو پیش بردم. پس بهتر است کار را که ما اگر امروز آمادش نیستیم، اما چیزی که در وسط ماست برای وعدف کار بکنیم. این نقطه بسیار مهم است. دیگه هم احساس باید برش داشته باشیم برای انجام کار. چون بعض کارهاست ما انجام میتیم از روی مجبوریت زندگی. مثلا یک پدر هست، من میرم وظیفه، صبح تا شام باید کار بکنم، ما باید پول به دست بیارم و خانه بیارم تا که شکم اولادایم سیر شود، ضرورت های زندگی فامیلیم رفع شود. با کار خود که وظیفه میره چوب نداره. باور بکنین امو کار این آدم از دست مندازه، از پای مندازه. چرا؟ چون شوق و احساس در مقابل کار خود نداره. اگر این شخص در مقابل کار خود احساس داشته باشه، محبت برای او کار داشته باشه و از خودی توقع رو داشته باشه که امروز اینجا استاد، سبا باید اینجا نباشه، یک قدم بیشتر بره، او معمولا صبح که میخیزه با صد شوق وظیفه میره. برعلاوه که پول از وظیفه به دست میاره، پیشرفت هم به دست میاره و لذت هم میبره و خسته کن نمیباشه. شب و روز اگر کار بکنه خسته کن نمیشه، چون در مقابل کار خود احساس داره. ما وقت که هر کار انجام میدیم در مقابلش باید احساس داشته باشیم. به احساس بودن در مقابل هر هدف و هر کار ما نه ما را میرسانه به هدف و برعکس خسته کنی هست، ما را خسته می سازه و از او کار نتیجهش هم به دست نمی. پس این مراحل باید ما برای رسیدن به هدف که چی وقت شروع کنیم مد نظر بگیریم. خب بعضی هستن دمی هدف بسیار افراط میکنن، آنقدر افراط میکنن یا آنقدر دلسرد میباشه یا آنقدر دلسرد که کار یک هفته در یک ماه انجام میده.
و یا کار یک هفته را در یک روز انجام میده، در روز اول خود را از پای مندازه. اون اموز که باز خسته کن میشه و نمیرسه بعد. پس دوستا بین مراحل را بر شما بگویم که ما تعادل را در تعیین هدف چگونه مد نظر بگیریم. تعادل بسیار لازمی است. ما چون انسان ها با یک چهره با یک حالت کار کرده نمیتون. در وظیفه باید ظاهر ما تغییر بخوره. باید اونجا پشت کار داشته باشیم. آدمی باشیم زیاد وقت سر حرف زدن ضایع نکنیم. این میشه کارمند خوب. اما در خانه ما باید لباس آزاد بپوشیم تا که روحن آرام باشیم. باید شوخ باشم. باید کارهای بکنم که اعضای فامیل خنده بتم. ما باید نقل میدان خانه باشم. اونو هست یک عضو موفق فامیل. پس انسان نظر به محیط با چهره ها و ظاهر ها و داخل متفاوت باید باشه. پس تعادل چون انسان با چند چهره در جامعه ظاهر میشه، تعادل در هر حالت باید داشته باشه. یکیش وقتی که پشت هدف میری خانوادت فراموش نکن. روز کار میکنم، شب کار میکنم، 24 ساعت، چون من از نگه هدف دارم دیگه. زنجانت از پیش توقع محبت را دارم. برش رسیدی؟ نه. فرزندهای من یک هفته ندیده. این دیگه تعادل نشد. ما باید در تعیین هدف و برای پیش برد هدف تعادل داشته باشیم. هدف کاری خود را پیش ببریم. برای فامیل هم وقت بگذاریم. برای فرزندا هم و برای خود هم باید وقت بگذاریم. پس لازمی هست که ما این موارد را جدی مد نظر بگیریم. پس ببینید دوستا، وقتی که ما میخواییم هدف پیش ببریم، تعادل مانه به وجود می که تقسیم اوقات داشته باشیم. من امروز صبح باید چی کنم؟ چاش چی کنم؟ دیگر چی کنم؟ شب چی کنم؟ اینی تمام مراحل است که ما را بسیار کمک میکنه که ما تعادل را در تعیین هدف مد نظر بگیریم. نقطه دوم، امور مالی خود را باید مدیریت بکنیم. یک شخص هدف داره خانه 3 منزله جور. هدف است دیگه. هدف به اشکال مختلف است. پول هم برش مشخص کردم که با این قدر پول ما باید 3 منزله آباد کنیم. از یک انجینر هم پرسان کرده که 3 منزله ما آباد میکنم چه خواهی مصرف داره؟ او برش میگه این قدر پیسه. همه قدر پیسه مشخص کرده. اما این آدم پول خود را مدیریت نکرد. در منزل اول فرمایش های جدید آمد، او چیزی که محاسبه کرده بود از او زیاد شد. وقتی که از او چیز زیاد شد، دیده منزل 3 نیمه میمونه ساختمانش. بدرنگ هم بود. انجینر محاسبه کرده، آدم تصمیم داره خانه 3 منزله بسازه. اما چون مدیریت پولی نداشته، در ابتدا زیاد مصرف کرد، حق مرحله دوم را در مرحله اول مصرف شد. اونم اونجاست که مرحله دوم نیمه میمونه. ما باید پول خود را همیشه خود ما مدیریت باید بکنیم. یک کارمند است، ماش میگیره. اگر او این محاسبه را نداشته باش که یک ماه 30 روز است و این ماش را ما برای 30 روز به دست آورده. اینجا سو محاسبه اگر داشت خود تا روز 3 میرسه، از روز 31 باز ماش ماه 9 میگیره. اگر محاسبه نداشت مصرف میکنه. در 25 روز خلاص. 5 روز ما سخت‌ترین روزاست برش. چون چیز نمانده برش. پس اینجا بهتر است که ما مدیریت پولی باید داشته باشیم. وضعیت جسمانی خود را هم مد نظر بگیریم. نقطه بسیار اساس. میریم پشت اهداف خود. پیش میریم. دیگر روز میبینی که از ما یک چیز جور شده. وزن ما زیاد شده. فشار
شکر، چی مرضات به ما وجود آمد. میبینید دیگر سکته قلبی یا سکته مغزی. و یا فلج در خانه افتید. نه به هدف رسید و از هدف که اگر رسیدم لذت نبود. چون زندگی خود ختم کرد. پس بهتر است که ما حالی از اینکه اهداف خود را پیش میبریم تعادل عزیزم باید داشته باشیم که برای جسم خود برسیم. به صحتمندی خود برسیم. اگر به صحتمندی خود نرسیم ما ناکام است. پس بهتر است که صحتمندی خود را بسیار جدی مد نظر بگیریم. باید بالای ذهن خود آنقدر فشار وارد نکنیم به خاطر رسیدن به هدف که زندگی بر ما خسته کن شود. دوستایی رو این حرف جدی بگیریم. وقتی که میخواستین به هدف برسین آنقدر فشار که سرت آمد که دگه مغزت میگفت تیلا به تی پشتی گفت خسته ایم ساختی. اونو وقت بفهم در هدف تو ناکام است. چون او هدف باعث خستگی خودت شد. امون لحظه الهش بده برو یک تفریح کن. یک روز پشت هدفت هیچ نگه. بان که مغز آرام شد. اما به حد فکر بکو. به حد تشویش بکو در مقابل هدفت. که مغزت خسته نساز. چون مغز آمر تمام وجود ما هست. وقتی که مغز خسته ساختیم به او هدف قدم نمیورداریم. دربارش حرف نمیزنیم. دربارش البته دید نداریم. دربارش البته خود را تقویه نمی کنیم. قدم نمیورداریم که حرف تکرار نشه. پس او هدف باقی مانده نیمه. وقت ضایع کردیم که پیشترم صحبت کردیم. هدف که خسته کن شد وقت ضایع کردن. پس ما اگر خسته نشده مغز راحت گذاشتیم مغز باز ما را یاری میکنه و پای امر میکنه که بده اصون هدفه و زبان میگه بگو دباری هدفه و گوش میگه بشنو دباری هدفه و چشم میگه ببین دباری هدفه. پس مغز در مقابل هدف تا هیچ وقت خسته نسازه چون آمر وجود ما هست باعث ناکامی ما در هدف ما میشه. این تعادل را هم از لحاظ جسمانی خود ما باید مد نظر بگیریم. باید انسان خوش اخلاق باشه. انسان‌های بد اخلاق هیچ وقت به هدف خود نمیرسه. هر کاری که میخواد زندگی انجام بده. اگه کارش اشتباهی شه اگر شخصی است و اگر جسمانی هر نوع هدفی که از کاری که از که انجام میده. اخلاق یگانه راهی است که ما را رسیدن به هدف کمک میکنه. پس این مهم شد نه؟ که ما باید در تعیین هدف خود این کوشش را باید بکنیم که اخلاق ورزیده داشته باشیم. اخلاق قناعت بخش باید داشته باشیم. و نقطه اساس دیگه چی است که باید بردبار باشیم. این نقطه هم بسیار مهم است. انسانی که بردبار هست حوصله‌مندی داره او به هدف خود میرسه. چون دوستان یک چیز باید داشته باشیم که هدف همیشه یا هر کاری که ما میخواییم در زندگی انجام بدیم نقطه عدم و قدم اولش بسیار سخت است. نقطه دوم و پله دوم پله سوم زینواره راحت تر تمام میشه. چون ما روشش یافتیم. حرکت اول مهم است. موترم که نو روشن میکنی حرکت به بسیار دودم میکنه بسیار انجنش زورم میزنه. اما یک دفعه برکت که آمد باز فقط یک اما انرژی ذرات رو کوره تنبیه کرده برای تا که حرکت خود رو انجام بده. شروع حرکت هر هدف در زندگی ما همین شکل است. در زینای خانه تو نبینیم پله اولش بلندتر است و تفلک وقتی که با پا بر میخیزد در زینا میخیه بالا شد در زینه اول به سختی بالا میشه تا که طریقش رو پیدا کنه. زینه دوم سوم چون طریقش یافته اما تو تیز به صورت مثل یک آدم کلان چارقوک کده میره. زندگی عملی و رسیدن به هدف هم همیگونه است. در ابتدا سخت است. در ابتدا نابلدی ما هست. چون در زندگی او کار تجربه نکرد.
سخت تمام میشه تا که ما راه درستش پیدا کنیم. وقتی که طریقش یافتیم بسیار براحت باز پیش میریم. پس لازم اینجا چی هست؟ که ما حوصله زیاد داشته باشیم. تمام سختیایش باید تحمل کنیم. دوستایی را باید داشته باشیم. هر کار هر قدر که سختی داشته باشه، اما قدر وقتی که به او کار ما نتیجه ساز میشه میرسیم، اما قدر لذت بخش میشه نتیجهش و بسیار هیجان انگیز و بسیار لذت بخش. و هر کار چقدر آسان باشه نتیجهش هم لذت کمتر داره. کارهایی را انجام بدیم که هیچ کس انجام نداد. در جایی که مردم استاده شده شما از اونجا شروع بکنید. چون از جایی که دیگران شروع کرده ما هم شروع بکنیم، در جایی که وا استاد شده شاید ما هم استاد شیم. پس فرق ما با دیگران نیست. یک انسان موفق نیستیم، یک انسان متفاوت نیستیم، یک انسان فوق العاده نیستیم. اما ما اگر از نقطه قدم ورداریم که در اونجا دیگه استاد مانده، دیگه نتونسته پیش بره و ما از اون نقطه شروع کنیم، پس معلوم دار ما پیش قدم هستیم. پس اینجا میشه که ما یک انسان فوق‌العاده، متفاوت، پیشرفته، سر زبانا، یک انسان موفق هستیم. پس بهتر است نه؟ ما باید از نقطه شروع بکنیم که دیگرها استاد. پس در اینجا حوصله‌مندی، طاقت، مصرف انرژی زیاد کار داره. این جرأت باید به خود بدیم که مراحل را به درستی سپریم. حرف آخر، وقتی که یک هدف را تعیین میکنین دو باید صرفه جوی باشه. چون ما یک کاری که جدید تجربه میکنیم در فکر ما او قسم ساخته شده که ما باید برسیدن به یه هدف چهار قدم بردارم. مصرف هر قدم را محاسبه کرده و برای خود آماده کرده. چون به تجربه هستیم این کار نوست. او داره که پنج قدم داره. ذهن ما برای چهار قدمش رسیده. برای یک قدم ما مصرف نگذاشتیم. اما اگر ما در هر مرحله صرفه جویی بکنیم، از این چهار مرحله ای که سرش سرمایه گذاری کردیم، بودیجه را به خاطرش تصویب کردیم، گذاشتیم سر دست، اینمی را اگر صرفه جویی بکنیم مرحله پنجم فراموش ما شده. پس اینی صرفه جویی ها میشه پسنداز. او پسنداز کمک میکنه مرحله پنجم هم مصرفش برامه. صرفه جویی حتمی است. انسان هیچ وقت به یک حالت نیست. زندگی 80% حادثه است. در فیلم هایی نیم شاید دیده باشین بچه ها دختر تکر میکنه ببینی داخل فیلم ازدواج کرد. حادثه شده. و اگر عملی فکر کنین، همین لحظه فکر کنین در زندگیتون بسیار چیزهای بزرگ به یک حادثه بده سامن. همسرتون که در پولیتون همیال نشسته. و یک کس معرفی شده او با او در یک محفل دیده او که به این مرحله و به اون مرحله یک چند حرف تا و بالا شده. بالاخره تصمیم به این شده که ازدواج بکنه. در کشوری که فعلا واقع هستیم. با یک کس در یک حادثه صورت گرفت، در یک محفل صورت گرفت، محفل یک جا شدن معرفت خودش یک حادثه است نه؟ معرفی شدی دیگر روز ارتباطات پیدا شد و بالا رفتین، یک جای وظیفه گرفتی، دیگر روز تصمیم گرفتی از این کشور نه، دیگر کشور زندگی میکنی. پس ببین 80% زندگی ما از حادثات تشکیل شده. وقتی که حادثاتی که هیچ در فکر ما نیست، اگر ما صرفه جویی نداشته باشیم برای یادسات چطور ما کامیاب از یادسات پیش بریم؟ زندگی مرحله به مرحله پیش میره. یک حادثه رخ میده، یک مرحله در وسط اضافه شده. هیچ چیزی نیست با دسته. پس اونجا بند موندی. زندگی به پیشرفتش ادامه پیدا نکرد. پس ما اگر صرفه جویی داشتیم، پس انداز داشتیم، اون مرحله که بدون از اینکه ما دربارش فکر کنیم و آمادگی بگیریم، راحت تو را سپری میکنیم. با کمک همی پسنداز. پس دوستا در مراحل تعادل هدف باید ما صرفه جو باشیم. مصرف بی جا و به مورد نکنیم. خب دوستا عزیز، نظر به ساعتی که من میبینم وقت برنامه تمام هست. کتاب سوالات زندگی موفق که هم نام برنامه هست
و یک کتاب هم مشخص ساختیم به همی برنامه که نویسندهش خودم هستم. در اینجا من برای هدف زیاد مراحل دیگه هم دارم. انشالله در هفته بعدی با توکل خدا هدف در زندگی را یک جلسه دیگه هم ضرورت داره که ما شما سر صحبت بکنیم و هدف در زندگی را به اتمام برسیم. باز هفته بعدی اگر زندگی بود دیگه سیمینار ما یا دیگه برنامه ما در موضوع چی هست کوشش میکنم شخصیت سازی را قرار بدم. پس در جلسه بعدی ما هدف در زندگی را وقتی که پیش بردیم به اتمام رساندیم، جلسه بعدی را چی قرار میدیم؟ شخصیت سازی. پس قبل به شما میگم درباره شخصیت سازی هر سوال، انتقاد، پیشنهاد، هر آن چیزی که بود ما در خدمت هستیم. تا هفته بعدی، تا برنامه بعدی، شما را به خداوند متعال میسپارم و خدا کنه از زندگیتان لذت ببرید. شماره را که شما در زیرنویس سکرین میبینید در خدمتتان هست. انتقاد، پیشنهاد، هر آن چیزی که شما میخواید ما به همون شکل پیش میاد. برنامه شماست، ما کوشش میکنیم به خاطر شما حرف بزنیم تا یک دو کلمه‌ای که در ذهن از لحاظ روانی داریم او را به خاطر بهبود زندگی شما به شما انتقال بدیم. حرف کوتاه میکنم تا درود دیگر. بدرود، خدا نگهدار.